این همه آتشکده که این معتقده تا اون ور میانه اروپا مثلا ساخته، یکیش حالا یه شکلی یه قسمتش مثلا اجاقش یا مثلا فرض کن دیوارش کجای دنیاست، هیچ کسی به این حرفا کاری نداشته. فقط چون اونجا یه کتیبه است گفتن که خب بله اینجا نوشته که چیز شاپور رفته مثلا فرض کن تا روم و هی اونجا آتشکده ساخته. اساسا این به عنوان سند تاریخ ساسانیان اینجا وجود داره. ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که تا چه حدی ممکنه که این کتیبه رو شاپور یا جانشیناش یا به طور کلی در حد ساسانی کنده باشن. میایم نگاه میکنیم ببینیم که بر روی این سنگ آثاری از گذشت زمان هست، یعنی کرم خوردگی سنگ وجود داره. این کرم خوردگی ها به اشکال مختلف از پریدگی های کوچک تا پریدگی های بزرگتر تا شکاف های عمیق تا شکاف های نازک در سطح این دیوار هست و کتیبه هم بر روی همین کرم خوردگی ها نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی ایشون شاپور یا هر کسی دیگه که مأمور کندن این کتیبه در اون وقت بوده، وقتی داشته این کتیبه رو میکنده، چنان که تصویر به وضوح به شما نشون میده، هنگامی که رسیده به یکی از این کرم خوردگی ها، اون وقت قضیه نگارش رو متوقف کرده، از روی این کرم خوردگی پریده، ادامه کلمه رو در آن سوی این چاله و ناشی از کرم خوردگی کنده. این کاملا چون یکی و دوتا و دهتا نیست و همه رو ما به شما نشون میدیم، کاملا معلوم میکنه کسی که این کتیبه رو کنده، زمانی که میکنده این سنگ به همین شکل کرم خورده بوده و او رو مجبور کرده که در فاصله این کرم خوردگی یا چیزی ننویسه و کلمه رو دو پاره کنه، نصفش در سمت راست کرم خوردگیش، نصفش در سمت چپ. در تمام این کتیبه هایی که بر این بنا هست این حکم جاری است. یعنی وقتی شما میرسید به لطمات سنگ، نوشتن قطع میشه به بعد از لطمه منتقل میشه. خب نشون میده که این دیوار موقعی که کتیبه روش کنده میشده دارای این عیوب ناشی از گذشت زمان بوده. خب یعنی اگر ما فکر کنیم که این کتیبه کهنه، باید بگیم که در این محوطه بزرگ نقش رستم که این همه صخره آزاد هست و توش ده ها و ده ها تابلوی حجاری شده وجود داره، این شاپور گفته که من علاقمندم که مطالبم رو روی سنگ خورد خمیری که مجبور باشید شما نصف کار مطالبتون رو ول کنید برید بعدش رو اون بنویسید. آخه قضیه حتی به اینجا هم خط نمیشه. ما دیواری داریم که میبینیم که در این دیوار آسیب هایی که وارد شده بر سنگ ناشی از گذشت زمان نیست، بلکه این آسیب ها جدیده. یعنی هنگامی که میخواستن این دیوار رو تمیز کنن و بشورن برای بستن داربست در امکانات محدود زمان رضاشاه، خود دیوار رو سنگش رو سوراخ کردن و داربست رو اونجا زدن. خب اول سوال میکنیم که یک، شما با چه اجازه ای برداشتید این دیوار رو اینجوری معیوب کردید و این آسیب ها رو بهش وارد کردید؟ دو، حتی بر این آسیب های جدید وقتی ما متمرکز میشیم میبینیم مطالب نوشته شده آمده بر این به این آسیب که رسیده چند ساند بونده به لبه این آسیب متوقف شده، باز ادامه نوشته رو پس از آسیب چیز کرده. این برای هر کسی که کمترین وابستگی به تعصب داشته باشه کاملا حکایت میکنه که چه به سر ما آوردن. یعنی در عهد رضاشاه، در پایان دوران رضاشاه، یعنی در زمان 1116-17 برای ما کتیبه کندن به عنوان شاپور در هزار و مثلا فرض کن 700 سال پیش. هیچ کسی هم نگفته که آخه این چه وضعه، یعنی چرا این کلمه اومده وقتی رسیده به این آسیب و روش پریده، این نشون میده که این قلابیه. هیچ کس در این باره ها صحبت نکرده در هیچ حدی و در هیچ اندازه ای، بلکه همه همون متن دروغین رو که خود آقایون دانشگاه شیکاگو به عنوان ترجمه این کتیبه هایی که تازه کندن به ما تحویل دادن، همون متن سر کلاس ها خوندن بردن تو کتاب درسی و شاپور ساسانی ساختن ازش. کار را با این کتیبه که دارای دو خط متفاوت است ادامه می دهیم. با دقت بیشتری در می یابیم که حتی جنس دو سنگ این کتیبه ها با هم یکی نیستند. حقیقت این است که در تصاویر قدیمی این سنگ را به صورت تخریب شده می بینیم.
برای تطبیق ساده تر، محل کنونی این سنگ را با آثار موجود بر روی دیوار علامت می‌زنیم. این نمای کنونی این سنگ است که امروز آن را به صورت سالم و همراه با کتیبه می‌بینیم. برای تطبیق ساده تر از علامت گذاری ها کمک می‌گیریم. در اینجا از دو نمای دیگر همان سنگ را با همان علائم می‌بینیم. حتی نوع جاگذاری این سنگ به خوبی مشخص می‌کند که این بلوک بعداً بر روی این بنا نصب شده و از لحاظ رنگ با بلوک زیرین تفاوت دارد. از اینجا می‌توان علت منظم بودن این کتیبه را نیز متوجه شد. به احتمال زیاد این سنگ بر روی زمین کنده شده و بعد در جای خود نصب شده. به همین خاطر منظم در آمده، ولی کتیبه زیرین که بر بدنه خود دیوار کنده شده است به منظمی آن در نیامده. شتاب زدگی در این جعلیات انقدر فراوانه و اسنادی که خودشون منتشر کردن انقدر لودهنده است که ما حالا میتونیم به راحتی اثبات بکنیم که این کتیبه اصولا نه فقط جدید کنده شده، بلکه محتوی هیچ پیامی نیست، بلکه اصلا نمیشه خوندش، چون اگر اون خط به اصطلاح پهلوی رو نمیشه خون، یونانیه رو که میشه خون، که حتی در اون کتیبه یونانی یک کلام، یعنی یک جمله لااقل، مطلبی که شما بتونید ازش برداشت تاریخی بکنی نیست. هرچی میخونی میبینی که این که معنی نداره، که این کلمه هم معنی نداره، بغلیش هم معنی نداره، بالای سرش هم معنی نداره. پس این نمایشی از یک مسئله است که بتوانن به بهانه این که بله ساسانیان کتیبه دارن، به ما یک سلسله‌ای به نام ساسانیان که بسیار مثلا مقتدر بودن، میرفتن 200 سال با رومیا میجنگیدن. اصلا هیچ کسی بهشون نمیگه که اون چیزی رو که شما دارید بیان میکنید خودتون میدونید راجع به کدوم روم صحبت میکنید، چون در دوره ساسانیان اصلا دیگه رومی وجود نداره که کسی برش بگرد، اونجا یک کلیساس و کلیساس و کلیسا و کلیسا، اصلا با کسی جنگی ندارن، که شما از کدوم روم صحبت میکنید. همین جوری با این فرض که همه چیز در اختیار خودشونه، هر مطلبی رو خواستن به عنوان تبدیلش کردن به یه حقیقت تاریخی. حتی اگر حمله خشایارشا با 5 میلیون سرباز به یونان بوده باشه و اگه کسی ازشون بپرسه آقا جان اصلا در زمان خشایارشا کسی خبر نداشته در سمت ما که یونانی هم بر روی زمین وجود داشته، چون ارتباطات ممکن نبوده، چون گذر از موانع دریایی برای هیچ کس در اون زمان میسر نبوده. آقایون میگن که ما نمیدونم 5 میلیون آدم رو برداشتیم رفتیم یونان و از 300 نفر شکست خوردیم اومدیم. حتی همین خنده ایرم که شما میکنه هیچکی نکرده و رفته فیلم شده، رفته کتاب شده، رفته هر چیز دیگه ای شده و این شده جزء حقایق تاریخ این منطقه.